دقیقه فکر کنم یه رو به اول بود یه برگردون زدم که بالای تیر رفت، به قول بچه های میگفت اگه اون توپ تو گل میرفت اونا 4-5 بعد به ما میزدن. قایقران محرمی با پای چپ ارسال یک توپ و ضربه اول رو کره ها میزنن. یک موقعیت و یک ضربه کسب بالای دروازه توپ به بیرون رفت. موقعیت ایدالی بود برای بازیکنان ایران، میتونستن صاحب گل بشن. حالا ضربه بلند او توی محوطه جریمه، ضربه اول رو بازیکنان کره میزنن. در یک رفت و برگشت یک بار دیگه شاهرخ بیانی ارسال توپ پشت محوطه جریمه. سیروس قایقران یک بار دیگه برای سید مهدی ابتهی توی محوطه جریمه. خود ابتهی است و دروازه و ضربه که بالاخره مدافعان کره با دست پاچگی به بیرون میزنن. ولی بچه ها خوب بازی کردن، مثلا سیروس قایقران اون روز یکی از بهترین ها بود که گلش هم سیروس زد. اونا هافساید گیری کرده بودن که توپ رو سیروس زد تو گل. مشتاق محرمی فکر کنم سانت کرد از کنار، اونا هافساید گیری کردن که سیروس قایقران گل زد. ارسال یک توپ بلند یک بار دیگه برای سیروس قایقران، خود قایقران و گل. گل زیبای سیروس قایقران در واپسین لحظات برای تیم ملی فوتبال کشورمون. باری کلا به بازیکنان خوب ما که بالاخره مزد تلاش خودشون رو در این دیدار میگیرن. یک بار دیگه ببینیم حرکت دیدنی سیروس قایقران، فرار به موقع، خود رو در مقابل دروازه‌بان قرار میده. اینجا یک کنترل خوب و این ضربه از بالای دستان لیون جای توپ به طور دروازه کره آشنا میشه. ایران 1-0. این بار ببینیم کره ها چگونه استفاده میکنن. عابدزاده در آستانه دروازه و مدافعان ما هستن که با همه تلاش و توان خودشون اجازه نمیدن دروازه باز بشه. بحث مثلا شما اگه نگاه کنین احمد رضا، خب یه دلگرمی بود برای ما دفاع، واقعا یه گلر بسیار خوبی بود، گلر بسیار خوبی بود، واقعا خوب بود. ما احساس راحتی میکنیم در قبالی که احمد رضا خوب بود. بازیکنای ما هم خیلی خوب بازی میکردن، یعنی جلوی فوروارده اونا ما دفاع یا هافک هامون خیلی راحت بودیم، خیلی راحت بودیم. بعد چون علی آقا روسه به مربی گرد، چون مربی خیلی تیزبینی هم بود، میگفت زمانی که میگفت شما توپو میگی توپو بدیم به مجید نامجو، خب اونا ما خیلی فشار میوردن. زمانی که ما توپ میگرفتیم میدادیم به مجید، چون مجید تکنیکش خوب بود، مثلا اونا میفتن رو مجید دوتا دریب میکرد، اونا وای میستادن عقب میکشیدن، ما مثلا بی خود استراحت میکردیم، دوباره دو چهار تا پاس میدادیم میرسیدیم به اونا تو بعد اسمی، دوباره اونا میختن رو سر ما. باز هم از کنارهای زمین ارسال یک توپ بلند توی محوطه جریمه و عابدزاده توپ رو در اختیار میگیره. دروازه‌بان ما تیم رو به جلو هدایت میکنه، یه نیم نگاهی هم به ساعت ورزشگاه میندازه. 120 دقیقه تلاش دو تیم تا این لحظه به سود بازیکنان سفیدپوش ایران. برای چندمین بار هست که کره‌ای‌ها به محض دریافت توپ توی زمین ما بیان و حملات خود رو دنبال می‌کنند. باز هم نگاه به ساعتش می‌کنه. در واپسین لحظات ارسال یک توپ بلند توی محوطه جریمه. سید مهدی ابتهی روی توپ اثر می‌گذاره. در یک رفت و برگشت فنونی‌زاده، باز هم موقعیت، اجازه کار رو جواد زرینچه نمیده و اینجا سوت پایان این دیدار. برتری 1-0 برای تیم ملی فوتبال کشورمون. باری کلا به بازیکنان شایسته ایران که در این دیدار هم حریف قدرتمند خود رو شکست دادن. تنها تیمی بود که فکر کنم فشار خیلی به ما آورد، که خب نیمه نهایی هم بود، یعنی اگه ما میباختیم دیگه فینال نمیومدیم. اون بازی خوشبختانه وقتی بردیم دیگه اومدیم فینال، که به خود همون کره شمالی که 2-1 برده بودیم شکستیم. سرانجام تیم ما توانست جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آورد و تیم حریف کره شمالی بود، تیمی که در مرحله مقدماتی با حساب 2-1 مغلوب ملی پوشان فوتبال ما شده بود. داستان دیدار نهایی اما متفاوت بود. رضا حسن‌زاده، سیروس قایقران، مغز متفکر تیم ملی فوتبال ما، حالا توی محوطه جریمه یک ضربه پرقدرت به زیبایی به توپ در بزد. سیروس قایقران، ضربه پرقدرت هافبک شمالی فوتبال کشورمون. یک بار دیگه ببینیم 3-4 بازیکن رو جا میذاره و با پای چپ روپا و محکم به توپ ضربه زد که به پشت دروازه کره اصابت کرد. شارخ بیانی توپ رو میگیره اما
به بیرون رفت. کیم یون ممر پرتاب توپ است برای کره. یارگیری نفر به نفر، بازیکنان از همون جلو بستن تیم کره رو. جواد زرینچه، افتخاری منطقه بازی رو عوض میکنن. این بار ضربه پرقدرت از انصاری فر و توپی که از کنار دروازه به بیرون میره. بازی بود که نمیشد بگیم ما سرتر بودیم یا اونا سرتر بودیم، یعنی دو تا تیم از هم شناخت کافی داشتن که بازی مساوی تموم شد. ولی ما یکی دو تا موقعیت خوب داشتیم که اونا هم داشتن، ولی ما میتونستیم بازی رو نذاریم به پنالتی بشه. میرسیم به ضربات پنالتی. اولین ضربه به زیبایی درون دروازه جا میگیره. سیروس قایقران مقتدر و توانا به توپ ضربه زد. حالا احمد رضا عابدزاده، سنگربان مطمئن تیم ملی فوتبال کشورمون، میره تو دروازه. عابدزاده فوق العاده خوب کار کرد. یعنی خود عابدزاده یه روحیه‌ای بود به تیم. موقعی که پنالتی شد یه خیالمون راحت بود که تیم ما میبریم. پانگ 17 بازیکن 19 ساله کره میخواد به توپ ضربه بزنه و به زیبایی احمد رضا عابدزاده مانع از فرو ریختن دروازه ما شد. این بازیکن با این روحیه بالا واقعا روحیه میده به تیم. احمد رضا عابدزاده. ضربه دوم پنالتی ما بدین ترتیب درون دروازه قرار میگیره. زیبا به توپ ضربه زد محمد حسن انصاری فر. بازیکن شماره 9 کره میخواد به توپ ضربه بزنه. یون کیم جو و باز هم عابدزاده. ماشاءالله به این دروازه‌بان با این روحیه بالا، با این توان فیزیکی خوب، احمد رضا عابدزاده، خدا رو شکر میکنه به خاطر این آمادگی و روحیه بالایی که داره. افتخاری یکی دیگر بازیکنان شمالی ما برای زدن این ضربه پنالتی خودش رو آماده کرده. او هم ضربش به زیبایی تبدیل به گل شد. باریکلا به افتخاری. این بار 12 کیم یون. عابدزاده این بار چگونه خواهد گرفت؟ و این بار توپ توی دروازه جا میگیره، علیرغم اینکه عابدزاده مسیر توپ رو تشخیص داد. بازیکن شماره 18 ما مجید نامجو مطلق، بازیکن 24 ساله، این ضربه رو میزنه و توی دروازه. گل و پیروزی برای تیم ملی فوتبال کشورمون. یعنی بچه‌ای هم که رفتن پشت پنالتی دیگه به پنجمی که من خودم قرار بود پنجمی پنالتی رو بزنم دیگه به من نرسید. 4-1 نتیجه فوق العاده زیبایی است. یک بار دیگه ببینیم و بعد از اون دور افتخار برای تیم ملی فوتبال کشورمون. و بدین ترتیب تیم ایران موفق شد در ضربات پنالتی با نتیجه قابل توجه 4-1 تیم کره شمالی رو شکست بده و با شایستگی هرچه تمامتر عنوان قهرمانی رشته فوتبال در بازی‌های آسیایی پکن رو به خودش اختصاص بده.